آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خودش که روز جمعه منتشر شده اعلام کرده آبشارهایی از سانترفیوژهای پیشرفته IR6 در سایت فوردون نصب شده، اما تزریق گاز به اونها صورت نگرفته. جمهوری اسلامی دو هفته پیش آژانس رو مطلع کرده که در صدد هست تا 8 آبشار جدید متشکل از سانترفیوژهای نوع IR6 رو طی 3 تا 4 هفته در سایت فوردون نصب کنه و بدین ترتیب ظرفیت غنی‌سازی خودش رو به سرعت افزایش بده. آژانس با بیانیه که تهران هنوز اعلام نکرده چه زمانی تزریق گاز هگزافلورید اورانیوم را آغاز خواهد کرد، افزوده که مقامات ایرانی کماکان سطح غنی‌سازی مورد نظر خود رو تعیین نکردند و دیپلمات‌ها بر این باورند که نصب سانترفیوژهای نسل ششم از سوی ایران واکنشی است به قطعنامه 5 ژوئن یا 16 خرداد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای مهران مصطفوی، کارشناس امور هسته‌ای از پاریس فرانسه. درود بر شما آقای مصطفوی. جمهوری اسلامی در ابتدا از عبدالقادرخان پاکستانی اون تکنولوژی نسل اول سانترفیوژها رو به دست آورد، اما این تکنولوژی IR6 که میگن خود جمهوری اسلامی در داخل ایران هم میسازه از کجا به دست اومده؟ خدمتتون عرض کنم که از زمانی که تکنولوژی رو از پاکستانی ها گرفتن تا کنون 35 سال میگذره و در عرض این 35 سال اینها در داخل ایران سرمایه گذاری های زیادی کردن و کار کردن و هیچ گونه علائمی وجود نداره که مثلا این سانتریفیوژ ها رو کمک گرفته باشن از کره شمالی یا از کشور دیگه و به نظر میاد که در داخل کشور این کار رو انجام دادن بسیار طول کشیده و همین سانتریفیوژ های نسل ششمی که جمهوری اسلامی داره هنوز توانشون تقریبا 1/9 توان سانتریفیوژهایی است که در استانداردهای بین المللی در اروپا استفاده میشه برای غنی کردن اورانیوم. یعنی با اینکه میگن نسل 6 ولی هنوز بسیار فاصله داره. وقتی که طرح اولیه وجود داشته باشه بهتر کردن اون چندان مشکلی نداره، فقط بعد مواد لازمه خصوصا فیبر کربنی رو به دست می آوردن که فیبر کربنی دارن، برای اینکه این سانتریفیوژ ها با فیبر کربنی ساخته شده و در فوردو دو آبشار داره که میخوان تعداد این آبشارها رو به 10 آبشار برسونن. خب علی‌رغم اینکه ایران ادعا میکنه که برنامه صلح‌آمیزی داره ولی به غنی‌سازی با غلظت‌های بسیار بالا داره ادامه میده، توجیه ایران در این باره چیه؟ هیچ گونه توجیهی جمهوری اسلامی تا حالا به دست نداده. گاهی اوقات افرادی از سپاه پاسداران درباره سوخت کشتی‌ها و یا زیردریایی‌های اتمی صحبت میکنن که با این وضعیتی که ایران داره نمیدونم 20 سال دیگه هم یه همچین چیزی رو بتونن بسازن یا نسازن و اصلا استفاده نداره. چیزی که مهمه هموطنان بدونن این که در داخل کشور حتی اورانیوم 3% غنی شده هم استفاده نداره. 15 سال جمهوری اسلامی اورانیوم رو غنی داره میکنه و تا حالا 1 گرم از این اورانیوم در داخل کشور استفاده نشده. سیاست هسته‌ای، سیاست غنی‌سازی اورانیوم یک وسیله است، یک ابزاری است تنها برای جمهوری اسلامی و الان هیچ گونه توجیه اقتصادی نداره، نه 60%، نه 20%، نه زیر 5% و هزینه های بسیار هنگفتی بر اقتصاد و جامعه ایران در طی این 20 سال اخیر وارد آورده که اصلا هزینه ها نجومی هستند و هیچ عقلی نمیتواند بپذیر از نظر اقتصادی این هزینه ها رو بابت اینکه هیچ استفاده‌ای نداره و فقط هیچ و پوش از نظر صنعتی و اقتصادی ولی در عرصه بین المللی استفاده داره. خب شما اشاره کردید به هزینه ها و اینکه استفاده بین المللی میکنه، فقط یه نگاه کوتاه بندازیم. تحریم هایی که به دلیل این برنامه اتمی ایجاد شده و از اون طرف غرب بارها گفته ما اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و اگر جمهوری اسلامی هم داره از این اورانیوم غنی شده خودش به عنوان اینکه یک اهرم فشار استفاده کنه که ما میخوایم سلاح هسته‌ای درست کنیم، خیلی از کارشناسا میگن حتی از لحظه‌ای که 90% رو هم غنی کنه تا لحظه‌ای که بخواد چاشنی بمب رو بسازه و بمب رو آماده کنه 1 سال خورده‌ای طول میکشه و هیچ وقت هم غربیا وای نمیسن. پس اگر کل مجموعه رو نگاه کنیم نه صرفه اقتصادی داشته نه صرفه بازدارنده داشته برای جمهوری اسلامی که بخواد بترسونه، پس چرا اینقدر اصرار داره برای این موضوع؟ ببینید این مصرف داخلی داره بیشتر در داخل کشور و در داخل کشورهایی که هلال شیعه رو ترجیح میدن، یعنی از پاکستان تا لبنان، بخشی از جامعه
این کشورها هستند که میگن به خاطر اینکه اسرائیل سلاح‌های اتمی داره ما هم باید داشته باشیم. و این حرف آقای هاشمی رفسنجانی در حدود 30 سال پیش زده بود که یک کشور اسلامی باید حتما بمب اتمی داشته باشه که تا بتونه جلوی اسرائیل رو بگیره. ولی البته از اون هم نمیتونه استفاده بود بلکه قابل استفاده نیست، خصوصا که اسرائیل ها 200 بمب دارن. اگر ایران بتونه تا مدت دیگه 2-3 بمب بسازه، اسرائیل ها 200 بمب دارن. این هستش که بیشتر برای مدیریت بحران، بیشتر برای بسیج کردن بخشی از مسلمان های این کشور هستش که گمان میکنن که جمهوری اسلامی واقعا از اونها داره دفاع میکنه در مقابل مثلا تعرض هایی که اسرائیل در فلسطین و یا در جاهای دیگه انجام میده. این هستش که جمهوری اسلامی نمیخواد این واقعیت ها درباره غنی‌سازی گفته بشه. در داخل ایران کسی سوال نمی‌کنه که این غنی‌سازی اصولاً برای چیه، به چه کاری میاد، و جوابی هم ندارن. و ولی سانسور کامل هست در داخل کشور و کسی اجازه اطلاع رسانی در باره این مسائل حیاتی رو نداره. این هستش که جمهوری اسلامی در ضمن میخواد آقای خامنه‌ای، چون تمام این تصمیم گیری ها هم با آقای خامنه‌ای است، میخواد نشون میده که تصمیم گیرنده اونه و هر کسی رئیس جمهور باشه، ایکس باشه یا ایگرر باشه، سیاست هسته‌ای در دست اوره و رئیس جمهور باید از اون اطاعت بکنه. سپاسگزارم از شما مهران مصطفی، کارشناس امور هسته‌ای از پاریس فرانسه.